فمینیسم تاریخچه نظریات گرایش ها و نقد گردآوری توسط نرگس رودگر مرکز تحقیقات زن و خانواده با حمایت سازمان ملی جوانان تاریخ انتشار بهار 1388 قسمت 11 هم. تأثیر آرای میشل فوکو مبنی بر تأثیر قدرت‌های حاکم بر جامعه در تولید معرفت در موزگیری معرفتی فمینیست ها بسیار روشن است. برای نمونه به نظر هاردینگ فضای سیاسی و اجتماعی علت تولید دانش است و متناسب با هر فضای سیاسی و اجتماعی گونه ای معین از دانش به وجود می آید. او بین علم و سیاست رابطه مستقیم برقرار می کند و علم را مخلوق سیاست میداند او با ایجاد این رابطه سعی می کند نشان دهد که چگونه قدرت سیاسی و اجتماعی مردان علم معاصر را در جهت منافع و اقتدار آنان سوق داد. هاردینگ تصریح می کند علم تنها یکی از راه های ابقا و مشروعیت بخشیدن به سلطه مردان است. فمینیست ها با ارائه عوامل و علل اجتماعی و سیاسی در تشکیل معرفت بار دیگر ادعای عینیت در معرفت شناسی و علوم رسمی را ادعای گذاف و بیمعنا تلقی می کنند. چرا که به تعبیر لورین وقتی شناخت سازی و معرفت شناسی درون شرایط اجتماعی سیاسی قرار می گیرد عینیت هم به عنوان ارزشی که محصول جامعه است و از طریق جامعه پدید می آید باید دوباره سازی شود. فمینیست ها به تبع قائلین به گرایش جامعه شناسی معرفت معیار سنجش ها و باورهایی که از طریق جامعه ساخته شده اند و عینیتی ورای جامعه ندارند را خود جامعه می دانند و بر این باورند اجتماع در مقام منتقد و داور در توجیه دعاوی معرفتی و در تعیین اینکه پروژه های چه کسی تایید می شود و شناخت چه کسی معتبر است نقش اساسی دارد تفکیک فائل شناسی از متعلق شناخت سوزان بردو و فاکس کلر برانند که علوم جدید بر این پیش فرض استوار شده است که بین فائل شناسا و متعلق شناخت تفکیک و تمایز قاطعی وجود دارد در حالی که در دوره ما قبل مدرن این تمایز تا بدین حد وجود نداشت شناختی که انسان از جهان داشت به منزله پلی بود که انسان را به جهان متصل می‌ساخت یعنی شناخت انسان انعکاس جهان خارج بود اما در دوره مدرن این ارتباط از بین رفت و شناخت امری ساخته ذهن فائل شناسایی دانسته شد فمینیست ها این تفکیک را ناشی از روحیه استقلال تلبی و انزوا طلبی مردان و لذا متناظر با خصوصیت مردانه میدانند. آنان در توضیح این امر از نظریه روانشناختی روابط با شی استفاده می کنند که حاکی از همانند سازی دختران در جریان کسب هویت جنسی با مادر خود است. لذا ارتباط بین مادر و فرزند مشکلی برای شکلگیری هویت او ایجاد نمی کند در حالی که پسران مجبورند این ارتباط را قطع کنند تا به هویت مردانه برسند لذا عنصر جدایی و استقلال از ابتدا با هویت مردان عجین می شود فمینیست ها تاکید علم مدرن بر جدایی و استقلال فاعل شناسی از متعلق شناخت را ناشی از همین خصوصیت روانی مردان می دانند بردو معتقد است باید به عنصر زنانه ارتباط در روند معرفت اهمیت بیشتری داد چرا که علت اصلی مشکلات ما در شناخت امور ناتوانی از برقرار ساختن ارتباط با آنهاست تأثیر عواطف و احساسات در معرفت به نظر فمینیست ها باید نقش عواطف و احساسات را به عنوان عواملی تأثیر گذار در معرفت پذیرفت تأکید بر نقش عواطف و احساسات را می توان زیل تأثیر فائل شناسایی در شناخت یا لزوم ارتباط با متعلق شناخت طبقه بندی کرد. معرفت شناسی مدرن خصوصا از دکارت به بعد عواطف و احساسات را باعث ایجاد خطا در شناخت قلمداد نمود. لذا بر لزوم اجتناب از دخالت هر گونه عاطفه و احساس در فرایند شناخت تاکید کرد. فمینیست ها این طرز تفکر را در نتیجه و ادامه تقسیمات و نظامهای های دودوی دانستند که با رعایت نوعی سلسله مراتب عقل را در برابر احساس قرار می دهد. به نظر فمینیست ها این تقسیم بندی ها پایه و اساسی ندارند و باید ساختار شکنی شوند چون همانقدر که عقل و ذهن در فرایند شناخت نقش دارند عاطفه و احساس نیز در این فرایند دخیلند و به عبارت دیگر شناخت به همان میزان با احساسات خوب تربیت یافته رشد می کند که با عقل خوب پرورش یافته پرورده می شود. فمینیست ها زیل تأکید بر ارتباط با متعلق شناخت تأکید می کنند عواطف نه تنها مانع و مزاحمی برای دانش محسوب نمی شوند بلکه نقشی اساسی در به دست آوردن دانش ایفا می کنند تا جایی که فاکس کلر همدردی، همدلی و عشق را به منزله روش هایی برای کسب دانش دانسته است. 5 دو معرفت شناسی فمینیستی فمینیست ها در کنار نقد نظریات معرفت شناسی رسمی و متداول طرحها و الگوهای جدید معرفتشناختی را به منظور جایگزینی با نظریات مورد انتقاد ارائه نمودند. هرچند ارتباطات این نظریات گاه طبق بندی آنها را دشوار می سازد، اما با این حال می توان به سه نظریه معرفت شناسی فمینیستی اشاره کرد. تجربه گرایی فمینیستی تجربه گرایی فمینیستی حاصل تلفیق نظریات فمینیستی در باب شناخت و مبانی تجربه است به عبارت دیگر این دسته از فمینیست ها ضمن قبول اصول و مبانی تجربه تنها خواستار ایجاد اصلاحاتی در آن می شوند سخن تجربه گرایان فمینیست این است که تجربه گرایان سنتی به رغم بیطرفی و عینیتی که بدان تظاهر می کنند با فرافکنی نظرات مردان دانشمند سفید پوست و روپایی بر دیگران تفاوتهای جنسیتی، قومی، نژادی و غیره را نادیده می گیرند و با بیطرفی و غیر سیاسی خواندن دستاوردهای معرفتی خود به دان مهر عینیت می زنند. در مقابل تجربه گرایی سنتی این فمینیست ها در صددند تا نقش هاشیهی زنان در معرفت را به نقش محوری بدل سازند و هر گونه مرد محوری را از مراحل شناخت بزدایند. بنابراین هدف تحقیق برای تجربه گرایان فمینیست ایجاد شناختی است که مردانه و دارای گرایش جنسی نژادی طبقه و یا سایر گرایش ها نباشد. برای مثال مارگریت آیچلر و تجربه فمینیست پیشنهاد می کنند برای ایجاد تحقیق غیر جنسی باید از هر گونه جنسگرایی اجتناب کرد بدین صورت که در عنوانها باید آشکارا جنس پجوه شونده قید شود یعنی عدم جنسگرایی در عنوان پژوهش باید زبانی به کار رود که کاملا مشخص کند زنان یا مردان یا هر دو گروه مورد مخاطبند یعنی عدم جنس گرایی در زبان تحقیق هر دو جنس باید در تحقیقات منظور شوند مفاهیم و روش ها و نتایج تحقیق نیز نباید جنسیت زده باشند در این راستا مفهوم جدیدی از عینیت ارائه می شود که حاصل توجه و لحاظ کردن نقش و تأثیر فائل شناسایی در شناخت به دست آمده است و سندرا هاردینگ آن را عینیت قوی میخواند. هاردینگ عینیت تجربه گرای سنتی را میپذیرد اما آن را به دلیل قفلت از عمومیت نداشتن خود عینیت ضعیف میداند. او معتقد است معرفت شناسی فمینیستی با رفع چنین نقیصه ای به شناختی حقیقی تر و عینی دست یابد. اما بسیاری از فمینیست ها مواضع اصلاح طلبانه تجربه گرایی فمینیستی را ناکافی و غیر قابل پذیرش می دانند به نظر این عده تجربه گرایی فمینیستی مفروضات زیربنایی تجربه گرایی را که از بیخ مرد محور است به چالش نمی کشد و صرفا به اصلاحات و جنسیت زدایی های روبنایی اکتفا می کند مخالفان تجربه فمینیستی معتقدند تلفیق تجربه و معرفت شناسی فمینیستی کاری ناسواب است چرا که این دو در بعضی اصول مبنایی با هم اختلاف نظر دارند از جمله این موارد فردگرایی حاکم بر تجربه گرایی است که با نقش اصولی اجتماع در معرفت شناسی فمینیستی تغایر دارد از سوی دیگر این واقعیت که تجربه گرایی فمینیست در مقام فائل شناسا نمیتواند فردی مجرد و بی تاریخ و فارغ از جسم باشد چنان به سراحت ناقض یکی از اصول اساسی تجربه گرایی است که این نوع معرفت شناسی را حتی نمی توان تجربه گرایانه خواند. نظریه دیدگاه فمینیستی طرفداران نظریه دیدگاه در معرفت شناسی فمینیستی میپذیرند که انسان قادر به کسب معرفت نسبت به جهان واقعی است اما این معرفت بسته به جایگاه چشمانداز یا افق دید و نگرش هر شخص متفاوت است و به همین دلیل از شاعبه جانبداری مسون نمی باشد طرفداران نظریه دیدگاه اضافه می کنند گرچه تمام گزاره های معرفتی از دیدگاه و چشمانداز خاص برآمده و لذا جانبدار هستند اما نباید تصور کرد که تمام گزاره ها و دستاوردهای معرفتی به یک اندازه جانبدارانند و یا به عبارت دیگر به یک اندازه توانایی و قابلیت بازنمایی و حکایت از جهان واقعی را دارند بلکه از گزاره ها به رغم جانبداری اجتناب ناپذیرشان واقعیت اجتماعی را بهتر از گزاره های دیگر بیان می کنند. لذا بسندتر و معتبرترند. فمینیست های چشم شناخت و معرفت زنان را در مقایسه با مردان کاملتر و عینیتر می دانند که به دلیل ویژگی‌ها ها و قابلیت های خاص خود از تحریف و جانبداری کمتری نسبت به دستاوردهای معرفتی و علمی مردان برخوردار است. نظریه دیدگاه به شدت تحت تأثیر نظریات معرفتی مارکسیزم است. مارکس معتقد بود طبقات مختلف اجتماع به طبع موقعیتهای خاص و متفاوتشان افقهای دید متفاوتی دارند. لذا شناختی که انسانهای هر طبقه دارند با شناخت انسان طبقه دیگر کاملا متمایز است. مارکس به تمایز معرفتی اکتفا مود و اضافه کرد کارگران و طبقات فروده است به دلیل موقعیت خاصی که تجربه می کنند افق دید ممتاز دارند چرا که از سوی به عنوان تورید کنندگان مسئولیت و موقعیت با دارند و از سوی دیگر هرچند در موقعیت کارفرمایان خیش نیستند ولی از خارج ناظر اعمالشان هستند و از افق بهتری خوب و بد عملکرد آنان را تشخیص می دهند. توضیحات متفاوتی در باب چگونگی امتیاز دیدگاه و چشمانداز زنانه توسط فمینیست ها ارائه شده که همگی آنها ناشی از دخیل دانستن فائل شناسایی ویژگی های شخص و جنسیت او و همچنین دخیل دانستن عوامل و شرایط اجتماعی در فرایند شناخت است. یک گاهی چنین عنوان شده است که از آنجا که زنان در زندگیشان همواره تحت سلطه مردان بوده اند و خوب و بد زندگیشان وابسته به اراده مردان بوده است لذا ناچار بودند برای ادامه زندگیشان دریابند در ذهن در مردان چه می‌گذرد و سرکوبگران خود را برای بقا حفظ و برای به دست آوردن منافع خود شناسایی کنند. لذا زنان به جهت تلاش برای شناسایی مردان بر تفکر آنان اشراف دارند. در حالی که مردان نیازی به درک تفکر زنانه احساس نمی کنند. لذا به آنچه در ذهن زنان میگذرد اشراف ندارند بنابراین تفکر زنان تلفیقی است از چشمانداز فرودستی خود و چشماندازهای گروه مسلط دو نوع دیگری از تبیین نگاه ممتاز زنان باز هم به موقعیت خاص اجتماعیشان مربوط می شود. ریتزر می گوید در اجتماع از زنان انتظار می رود در نقش های همسر، مادر و دختر گوش شنوایی برای افکار و عقاید مختلف و حتی متضاد داشته باشند و با حوصله تمام و با انگیزه میانجیگری و اصلاح روابط فرصت منصفانه برای شنیدن آرا و مواضع گوناگون فکری ایجاد کنند از این رو زنان با این کار به حفظ افکار مختلف کمک می کنند و از سوی دیگر در نظر خیش با سبک سنگین کردن نظرات مختلف به نتیجه معتدل و متوازن و ممتازی می رسند. سه برخی فمینیست نیز معتقدند زنان به دلیل نوع متفاوت فعالیت جهان را به گونه کاملتر و عمیقتر درک می کنند. هیلاری روز خصوصیت کار زنان را وحدت کار دست، مغز و قلب یا فعالیت یدی، ذهنی و عاطفی می داند. این نوع فعالیت لذت بخش، انزمامی و ارتباطی زنان به آنان امکان درک جنبه های از طبیعت و زندگی اجتماعی را میدهد که در تحقیق های مبتنی بر فعالیت های ویژه مردان قابل دسترسی نیست. چهار تقریر دیگری که در امتیاز معرفت زنانه عنوان شده است به اصل و پیشرفت فرض معرفت شناسی فمینیستی مبنی بر نقش اساسی عواطف و احساسات در فرایند معرفت برمیگردد در این راستا معرفت شناسی حاکم مردانه به علت برخورداری کمتر مردان از احساسات و عواطف معرفتی تنگ نظرانه و یکسونگر محسوب می شود و زنان به دلیل احساسات قوی ترشان واجد موقعیت ممتاز معرفتی عنوان می شوند. در برخی توضیحات عنوان می شود زنان صرفاً به دلیل جایگاه محروم و فرودستشان از افق دیده بهتری برخوردارند چرا که نظریه هایی که از جایگاه اجتماعی محروم برمیخیزد درکی از طبیعت و روابط اجتماعی به ما می دهند که کمتر جانبدارانه و تحریف شده است. بعضی از منتقدان معتقدند قائل شدن به یک دیدگاه مشخص و برتر به عنوان دیدگاه زنانه به معنی نادیده گرفتن تفاوتهای زنان و لذا به هاشی راندن دیدگاه های متفاوت و متکسر زنان است. اگر هر کس از زاویه‌ای به واقعیت مینگرد پس نه تنها چشمانداز زنان با مردان فرق می کند بلکه دیدگاه تک تک زنان نیز با یکدیگر متفاوت است از این رو نظریه دیدگاه فمینیستی با معیارهای فمینیستی خودش رد می شود برخی دیگر نیز برانند که دیدگاه زنانه همچون سایر دیدگاه ها محدودیت دارد. لذا نمی توان برای آن اعتبار خاصی قائل شد. نسبی گرایی فمینیستی به دلیل انتقاداتی که بر نظریه دیدگاه فمینیستی حتی از سوی خود فمینیست ها وارد می شود، گروهی دیگر از فمینیست ها نظریه دیدگاه را کاملا رد می کنند. قائلین نظریه دیدگاه معتقد بودند، گزاره های معرفتی شناختی هر چند جانبدارانه از جهان واقعی ارائه می دهند اما در نسبی گرایی فمینیستی گفته می شود با نام جهان یا مجموعه ساختارهای اجتماعی که باید شناخته شوند در اصل وجود خارجی ندارند و همه آنها فقط تصورات ذهنی است در این دیدگاه گزاره های معرفتی بازنمود ذهن افراد است و هیچ یک نمیتواند اعتبار بیشتری برای خود قائل شود و تمامی دانشها به یک اندازه معتبر دانسته می شود. نسبیگرایان فمینیست علم و معرفت شناسی مردانه را به دلیل ادعای عینیت و قطعیت مورد حمله قرار می دهند و همچنین تاکید می کنند از آنجا که گزاره های معرفتی بازنمود ذهن انسان است تنها زنان می توانند در مورد زنان نظریه پردازی کنند. جورج ریتزر معتقد است نسبیگرای فمینیستی و متوردانستن تمام انواع شناخت به رد هر گونه علم و معرفت نمی انجامد چرا که دقدقه نسبیگرایان فمینیست آن است که انواع گوناگون دیدگاه ها بدون اینکه ادعای اعتبار نهایی و عینیت داشته باشند و در حالی که هر یک جزئیت و جانبداریشان را آشکارا قبول داشته باشند برابرانه در کنار یکدیگر جمع شوند و با هم به مبادله و مباحثه بپردازند. 6 فمینیسم و اخلاق نظرات فمینیست ها در باب اخلاق تقریبا تاریخی به قدمت تاریخ خود فمینیسم دارد. اولین نمود این نظریات را می توان در آرای ویلتسون کرافت، جان استوارت میل و هریت تیلور مشاهده نمود که اخلاقیاتی که جامعه به زنان نسبت میداد از جمله فروتنی، اطاعت، بردباری، محبت و عاطفه، ایثار و از خودگذشتگی، انعطاف پذیری، انفعال و دیگر خلقیات به اصطلاح زنانه را سطحی، غیر اصیل، غیر واقعی و به بیان کاملتر ساخته فرهنگ و جامعه تلقی می کردند. کمی بعد این بحث در فمینیسم رادیکال به صورتی جدیتر پیگیری شد، و خلقیات زنانه صفاتی تلقی شدند که مردان در نظام مرد سالار برای اعمال سلطه و انقیاد هرچه بیشتر و آسانتر بر زنان برای آنان معرفی و ترویج نمودند. در این راستا فمینیست های رادیکال با طرح آموزه تفکیک جنس و جنسیت خواستار تفاوت قائل شدن بین خصوصیات زنانه واقعی و خصوصیات زنانه ساختگی شدند. در جریان دیگری که در دهه های 70 و 80 میلادی و در نظریات رادیکال فمینیستی وجود داشت، انتقاد فمینیست ها نسبت به جهتگیری و سوگیری مردانه علوم و دانشها از جمله اخلاق و فلسفه اخلاق بود. در این زمان، فمینیست ها بسیاری از احکام و موازین اخلاقی رایج را مورد تردید قرار دادند. اغلب این موارد احکامی اخلاقی بودند که در نظریه پردازی فمینیست ها با آزادی و رهایی زنان منافات داشتند. از بارسترین این احکام اخلاقی می توان به غیر اخلاقی بودن سخت جنین و لزبیانیزم اشاره کرد. سیمون دو بوار در کتاب جنس دوم با سراحت تمام هم را امری طبیعی و لذا قابل قبول دانست و اخلاق سنتی را به دلیل غیر طبیعی جلوه دادن و ممنوعیت آن مورد انتقاد قرار داد. او همچنین با گردآوری مشکلاتی که زنان به دلیل ممنوعیت سقط جنین بدان گرفتار می شوند و همچنین تنگناهایی که سقط جنین را برای زنان ضروری می سازد غیر اخلاقی بودن سقط جنین را شدیداً مورد حمله قرار داد. دوبوار پس از تشریح وضعیت نامطلوبی که کودکان ناخواسته در آن به سر میبرند و پس از ارائه آماری از سخت جنین های پس پرده که زیان های جبران ناپذیری را برای زنان به دنبال دارد و پس از تشریح رفتارها و شکنجه های والدین نسبت به فرزندان ناخواسته کسانی را که سخت جنین را غیر اخلاقی می دانند متهم می کند و می گوید اگر اینها به سود اخلاق باشد درباره چنین اخلاقی چگونه باید اندیشید؟ دوباره اخلاق سنتی را مجموعه ای از اصول و قوانین می داند که تنها حول محور منافع مردان و به منظور به سلطه کشانیدن زنان طراحی شده است. او معتقد است در این اخلاق مردانه که بارداری، زایمان و مادری اموری مقدس برای زنان تعریف می شود، نوعی لجاجت و دیگر آزاری مردانه وجود دارد که با هر گونه اقدامی که زنان را از وظایف مادری و خانداری رها کند به شدت مقابله می شود. چنانچه مشاهده می شود مردانه و جانبدارانه و حتی ستمگران دانستن اخلاق سنتی از نخستین سالهای موج دوم فمینیزم از میان نظریات فمینیست ها به گوش می رسد. رفته رفته این نظریات حالت جدیتر و متمرکز به خود گرفت و مباحثی تحت عنوان اخلاق فمینیستی پدیدار شد. مباحثی که فمینیست ها زیل اناوینی چون اخلاق فمینیستی، اخلاق زنانه یا زنانه نگر و مانند آنها ترک کرده اند، همچون دیگر موضوعات مورد بحث فمینیست ها از تشتت، پراکندگی، اختلاف نظر و حتی تناقض گویی خالی نیست. به طور کلی و فارغ از این پراکندگی ها روی مختلف اخلاقی در آرای فمینیست ها مشاهده می شود. در این بخش روی کردها و نظریات فمینیست ها در باب اخلاق و فلسفه اخلاق زیل دو عنوان انتقاد فمینیست ها از اخلاق سنتی و اخلاق فمینیستی یا اخلاق زنانه مطرح می شود. 6. یک نقد اخلاق سنتی دعاوی فمینیست ها در نقد اخلاق سنتی در یک عبارت یعنی مرد محور بودن اخلاق سنتی خلاصه می شود. این ادعا از چند جهت مورد توجه و دقت فمینیست ها قرار گرفته است. اخلاق سنتی ناظر به ارزش های مردانه است. در قدم اول فمینیست ها مفاهیمی را که در فلسفه اخلاق به عنوان ملاک و معیار عمل اخلاقی و چارچوب و بنیاد نظام اخلاقی در نظر گرفته می شود مورد بررسی قرار می دهند. آنان معتقدند فلسفه اخلاق سنتی و در نتیجه اخلاق سنتی به طور کلی بر اساس ارزش های مردانه تنظیم شده است. از نظر فمینیست ها دو مفهوم عدالت و حق که فلسفه اخلاق بر پایه آن بنا شده است شدیداً دچار سوگیری مردانه است مفهوم عدالت در فلسفه اخلاق افلاتون و ارسطو اهمیتی بنیادین داشت افلاتون جامعه را به سه طبقه حاکمان حکیم نظامیان و کارگران تقسیم می کرد و هر کدام را مظهر صفات انسانی عقل جرأت، غضب و شهوت میدانست. از نظر افلاطون عدالت که فضیلتی نهایی و عام است در این است که عقل در رأس جامعه قرار گیرد. ارسطو نیز سعادت آدمی را در فعالیت عقل نظری میدانست. از نظر فمینیست ها افلاطون و ارسطو در عدالتگراییشان مردمحور بودند چرا که عقل در تاریخ اندیشه غرب همیشه عنصری مردانه تلقی شده است شاهد دیگر فمینیست ها بر این مرد محوری این است که گرچه افلاتون معتقد است زنان نیز می توانند در طبقه حاکم حضور داشته باشند اما این حضور را مشروط بدان می داند که زنان امور زنانه را ترک گویند و به کسوت و خلق و خوی مردان درآیند. اخلاق مبتنی بر حقوق فردی که از دوران لیبرالیسم و روشنگری رواج پیدا کرد از جهت تکیه بر مفاهیمی چون فرد، استقلال و رقابت مورد انتقاد فمینیست ها قرار گرفت. محور اخلاق مبتنی بر حقوق فردی است در حالی که از نظر فمینیست ها فرد در فرهنگ غرب علا ظاهر خونسایش در واقع مرد است. از سوی دیگر یکی از مهمترین حقوق فردی استقلال عنوان می شود که این مفهوم نیز دچار جهتگیری مردانه است چرا که استقلال اقتصادی و عاطفی در فرهنگ گذشته غرب صفات بارز مردان و وابستگی عاطفی و اقتصادی صفت بارز زنان محسوب شده است همچنین در اخلاق حقگرا فرض بر این است که بین افراد بر سر حفظ و برخورداری هرچه بیشتر از حقوق فردی رقابت وجود دارد لذا قرارداد اجتماعی برای حفظ حقوق همه افراد در این محیط سرشور از رقابت وضع می شود و بدین ترتیب رقابت قرارداد اجتماعی را ضروری می سازد در حالی که فمینیست ها قائلند رقابت همچون استقلال خصیصه مردانه بوده است و وضع اخلاق حقگرا بر مبنای رقابت به معنی جهتگیری مردانه این اخلاق است. گفتنی است اخلاق عدالتگرا و حقگرا علاوه بر جهتگیری مردانهاش از جهت کارآمدی و کفایت نیز مورد انتقاد فمینیست ها قرار می گیرد که در بحث اخلاق فمینیستی خواهد آمد.